با سلام خدمت تمامی دوستان، بنده محمد رضا صبحانی هستم از وبسایت teacherus.ir. با آموزش زبان نشانه گذاری HTML به زبان ساده قسمت سوم در خدمت شما هستیم. خب ما می‌خوایم توی این قسمت در مورد HTML heading و HTML پاراگراف صحبت کنیم، دو تا از المنت های مهم زبان نشانه گذاری HTML. خب در ابتدا ما اول از همه ما به شما بگیم که هدینگ های HTML از H1 تا H6 ساپورت میشن. در واقع H1 مهمترین هدینگ های ما هستند. در واقع هرچه اعداد به سمت بالا میرن از اهمیت اونها کاسته میشه. خب ما میریم یه تیکه کد مینویسیم و که ببینیم در واقع اینها چگونه عمل میکنن. خب برنامه نوتپد پلاس پلاس رو باز میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن تگ ها یا همون المنت های اصلی زبان نشانه گذاری HTML. خب برای اینکه کد هامون خواناتر بشه و برنامه نوتپد پلاس پلاس بتونه کدهای ما رو تشخیص بده که ما داریم زبان HTML کار میکنیم، از همون ابتدا فایل رو به صورت از گزینه سیو از و به صورت هایپر تکست مارکاپ لنگویج یا همون HTML اون رو سیو میکنیم. خب اگه تو گزینه ها نگاه کنید اینجا است. خب روی دسکتاپ سیوش میکنیم. خب الان فایل به صورت HTML سیو شده و ببینید که الان تگ ریشه ای HTML رو به صورت آبی نمایش داده که نشانه این است که فایل HTML به خوبی توسط برنامه نوتپد پلاس پلاس شناسایی شده. خب ما یک تگ نیم دیگه به نام هد رو اضافه میکنیم. خب بعد از اون هم همونجور که میدونید باید تگ بادی رو اضافه کنیم، بادی یا همون بدنه HTML مون، جایی که مرورگرها مطالب ما رو به کاربرامون نشون میدن. خب الان توی تگ بادی ما میایم چند تا هدینگ رو می نویسیم تا ببینیم این H1 تا H6 چجوری کار میکنه. خب از H1 شروع میکنیم. خب heading 1 this is heading. خب اینم میبندیمش. خب برای که سرعت کار بره بالا همه اینا رو کپی میکنیم و پیست میکنیم. خب حالا اینا رو تغییر میدیم H2 H3 4 5 و 6. خب از اون طرف هم تغییرات رو اعمال میکنیم تا کد همون به درستی کار کنه. خب H3 H4 5 و 6. خب ما اینو سیو میکنیم و میریم در مرورگر اونو باز میکنیم ببینیم چجوری نمایش داده میشه. خب این همون فایلی بود که ما الان سیوش کردیم. خب از گزینه Open With مثلا با مرورگر کروم اونو باز میکنیم. خب میبینید که هر 6 تا هدینگی که ما زدیم همشون نمایش داده شدن. پس H1 رو که ما همون اول نوشتیم در واقع میبینید که به صورت خیلی بولد و به صورت استرانگ تر داره نشون داده میشه. پس ما اگه بخوایم هدینگ اولیمون رو بزنیم از H1 و به ترتیب همینجور هدینگ 2 هدینگ 3 و همجور اضافه میکنیم تا به H6 برسه که کمترین اهمیت رو داره. خب
حالا اینجا یه نکته در مورد هدینگ ها هستی، تفاوت داره با زمانی که شما از پاراگراف استفاده می کردید. اول اینکه هدینگ ها خودشون در درون ذات خودشون یک بریک لاین دارن. نگاه کن الان شما هیچ گونه بریک لاین نزدین و فقط هدینگ ها رو پشت سر هم نوشتید و اینا به صورت مثل اینه که اینا بریک خوردن و به خط بعد رفتن. نکته بعدی اینه که شما ممکنه یه زمان نیاز پیدا بکنید توی هدینگ ها از هدینگ یک هم از این فونت، یعنی همین اندازه که شما دارید مشاهده میکنید، ممکن نیاز پیدا کنید یه هدینگ بنویسید که از این اندازه هم بزرگتر باشه. خب برای این مواقع شما میایید از استایل استفاده میکنید. خب من اینو کپی میکنم. خب همین جام پیستش میکنم. خب میان اینجا شما برای اینکه مثلا براتون خیلی اهمیت داره، میخواید مثلا از حتی اندازه ای که زمانی که حتی از H1 استفاده کرد میخواید بزرگتر باشه، خب اینجا میاد از اتریبیوت استایل استفاده میکنید. استایل اکوال، خب دابل کوتیشن. خب توی دابل کوتیشن شما باید از این اسم کلیدی فونت سایز استفاده کنید، فونت داش سایز. خب کلن مثلا یک عدد مثلا بر از پیکسل مثلا میزنیم 60 رو وارد میکنیم. خب اینو ما سیو میکنیم و ببینیم تغییرات رو بریم ببینیم. خب شما میبینید که الان یک هدینگ با سایز خیلی بزرگتر از حتی H1 رو ما الان نمایش دادیم. پس روال کار به این صورته که شما یک استایل میزنید و از فونت سایز استفاده میکنید. خب نکته بعد در مورد HTML هدینگ اینه که هدینگ ها بسیار مهم هستن. چرا مهم هستن؟ چون موتورهای جستجوگر نسبت به هدینگ هایی که شما میزنید توی صفحاتون حساس هستن و اونا رو دائما در اونا رو میخونن و در نتایج جستجوهایی که دیگران انجام میدن بسیار تأثیر داره که صفحه شما رو مثلا از لحاظ SEO اونا رو نشون بده. خب قسمت بعدی در مورد HTML heading میتونیم در مورد HTML horizontal rules، خب یا همون خطوط افقی. خب این چیز زیاد خاصی نداره، تنها چیزی که میتونیم در رابطه بگیم زمانی که شما مثلا میخواید heading هاتون رو به وسیله یک خط افقی جدا کنید، خب خیلی راحت شما از HR استفاده کنید، یعنی tag name HR و اونو من یک empty element هست، یعنی در واقع هیچ محتوایی نداره، یعنی شما فقط تگ نیم اچ آر رو بنویسید و نتایج رو میتونید الان مشاهده کنید. خب ما اینو سیو میکنیم و توی صفحه ریلود میکنیم تا نتایج رو ببینیم. ببینید الان یه سری خطوط دقیقا همون جایی که ما اچ آر گذاشتیم، خطوط افقی به نمایش در. خب دوستان الان میخوایم در مورد HTML head element صحبت کنیم که یکی از قسمت‌های بسیار بسیار مهم زبان نشانه‌گذاری HTML است. خب الان همینجور که میبینید ما tag name head رو، تگ شروع و پایانش رو گذاشتیم و آماده است. خب ما میایم توی تگ head میایم یک تگ نیم به نام تایتل اضافه میکنیم یا یک المنت به نام تایتل. خب و بلافاصله اونو میبندیم. خب المنت تایتل از اون نمونه المنت هایی هست که کانتنت پذیره و توی قسمت کانتنت المنتتون یا بین تگ شروع و پایان هر مقدار رو وارد کنید به عنوان تایتل صفحتون در نظر گرفته میشه. خب مثلا من اینجا یه متن دلخواه می نویسم، This is my page
تایتل. خب من اینو ذخیره میکنم. خب اگه شما تو همون صفحه برگردیم میبینید که الان توی عنوان فقط اسم فایل رو نوشته، اما به محض که من ریلود کنم، چون تغییراتی توی قسمت هد دادیم، الان ببینید به محضی که ما ریلود کردیم دقیقا تغییرات ایجاد شد و عنوان صفحه به This is my page title تبدیل شد. اما خب این ساده ترین استفاده از تگ هد هست. از استفاده های بسیار مهمتر قسمت هد، المنت هد، میتونیم به متا دیتا ها استفاده یا فرا داده ها، داده هایی که به مرورگرها کمک میکنن مطالب رو بهتر نمایش بدن، یا به موتورهای جستجوگر کمک میکنن که صفحات ما رو سریعتر پیدا کنن. مثال میزنیم، مثلا شما میایید یک تگ متا که یک امپتی المنت هم هست، خب تگ متا رو می نویسید خب و اون رو می بندید. خب توی قسمت متا، از اونجایی که یک امپتی المنت، نیازی نیست شما تگ کلوزینگ اون رو بذارید یا تگ پایانی، همینجا در درون خودش چون تگ شروع داره میتونید از آتریبیوت کارست استفاده کنید. خب ما اینو می نویسیم equals خب UTF-8. خب اما معنی این چی است؟ خب این یک نوع اطلاعات بسیار مهمی هست که مثلا ما داریم به مرورگر کمک میکنیم که متن ما از لحاظ کاراکتر ست چگونه است. مثلا UTF-8 ما الان زدیم، UTF-8 به صورت یونیورسال یا جهانی است. خب ما الان توی این فایل یه سری از به قول معروف کارست هایی که مرورگرها ساپورت میکنن و آوردم که شما یه آشنایی. مثلا شما فرض کنید یک نفر به زبان آلبانی داره صفحات خودشو مینویسه، خب برای اینکه مرورگرش به درستی بتونه اینو نمایش بده، باید بیاد توی قسمت هد از المنت متا استفاده کنه و از آتریبیوت ISO 8859 و الی آخر. و حالا هر زبان دیگه، مثلا چاینیز، زبان چینی مثلا 4 نمونه داره، ترادیشنالش فرق میکنه و الی آخر. میبینید که چقدر زیاد هست. خب مثلا از استفاده های دیگه که میشه از تو قسمت هد استفاده کرد، متا دیتا هستن. مثلا همینجور که میبینید متا توی از اتریبیوت نیم استفاده کرده و دیسکریپشن کانتنت. خب ما اینو میریم اونجا، اینو کپی پیست میکنیم این سه تا قسمت رو و اونجا توی کد اونجا توضیح میدیم. خب هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا مثل همون کارست هست که الان نوشتیمش. خب میبینید همه اینها از المنت متا که یک امپتی المنت هست استفاده شده. خب اما خب اینجا فرق میکنه، اینجا دقیقا از دو تا اتریبیوت نیم و کانتنت همزمان استفاده شده، نیم کانتنت. اما خب همیشه کانتنت دقیقا مرتبط با اون نیمی هست که شما به متا میدید. مثلا شما توی قسمت نیم گذاشتی دیسکریپشن، در واقع شما باید تو قسمت تایتل کانتنت در رابطه با دیسکریپشن یک توضیح در مورد اون صفحه‌ای که دارید توش کار میکنید و بذارید. مثلا صفحه ما هست فری وب توتوریالز، خب یا مثلا میتونید به صورت آموزش، مثلا به صورت فارسی هم بنویسید دیگه، مثلا آموزش. خب من اینو زبون چه تغییر میدم، آموزش رایگان HTML. خب ببینید دیسکریپشن دقیقا یک نامی هست که توسط متادیتا یک نام اختصاصی هست. فکر نکنید شما هر چیزی رو میتونید اینجا توی قسمت نیم وارد کنید. خب مثلا حتما اینجا بنویسید دیسکریپشن به معنای یه سری توضیحاتی که میخواد در مورد اون صفحه که دارید کار میکنید و بنویسید.
خب مثلا مورد بعدی توی قسمت متا کیورد هست یا کلمات کلیدی. کلمات کلیدی دقیقا اینجا برای موتورهای جستجوگر استفاده میشه، مثل گوگل، مثل یاهو و بینگ و غیره. خب شما توی قسمت کانتنت میاید اون کلمات کلیدی رو با کاما جدا میکنید، مثلا الان اینجا نوشتیم HTML, CSS, XML, JavaScript. قسمت بعدی در رابطه با خودتونه، مثلا شما نوشتین author به معنای نویسنده، میخواید به موتورهای جستجوگر و کلن یا کسی که بعد از شما میاد این مثلا سورس کدهای شما رو میخواد بخونه، شما بهش میخواید بنویسید که این کدها توسط چه کسی نوشته شده. خب author به معنای نویسنده. شما توی قسمت کانتنت میاد مثلا نام خودتون رو مینویسید. خب این هم سیو میکنیم. من الان دوستان ما با ریلود کردن هیچ تغییر رو احساس نمی کنیم. چرا؟ چون توی قسمت هد ما این اطلاعات رو نوشتیم و این اطلاعات یه سری اطلاعات فراداده بهش میگن، یعنی اطلاعات کمکی هستن برای مرورگرها، برای موتورهای جستجوگر، نه برای کاربران. خب قسمت HTML هد هم تا همینجا کافیه. خب میریم قسمت بعد در مورد HTML پاراگراف هست که با وسیله تگ نیم پی که قبلا هم باش آشنایی داریم، تگ نیم پی نوشته میشه. خب ما میریم یه مثال خیلی ساده از پاراگراف هم میزنیم. خب ما اینجا یه HR دیگه بزنیم که کلن یک خط افقی دیگه بیفته، کامل جدا بشیم. خب تو خط بعدی ما میایم یک پاراگراف اضافه میکنیم. خب اینجا می‌نویسیم This is my own پاراگراف. خب ما اینو سیو میکنیم، ریلود میکنیم تا تغییرات رو ببینیم. خب می‌بینید الان پاراگراف ما اضافه شده. خب حالا یه سری نکته ها داریم. اولین در رابطه با HTML پاراگراف نکته ای که اینجا جا داره که بهتون بگم، مسئله پوئم است یا مسئله شعر. خب شما نگاه کنید الان اینجا یه قطعه شعر انگلیسی وجود داره. شما اگه اینو ما بیایم داخل پاراگراف بذاریم و اونو نمایش میدیم ببینیم چه شکلی میشه. خب من تو قسمت This is my own پاراگراف میام دقیقا این شعر رو پیست میکنم. خب میبینید هیچ اتفاق نیفتاده، فقط این شعر ما تو قسمت پاراگراف هست. حالا یکم مرتبش کردم. خب میبینید این تگ شروع پی، تگ پایان. خب ما اینو سیو میکنیم و میریم ببینیم توی مرورگر چجور نمایش داده شده. خب من اینجا ریلود میکنم. ببینید اینجا یه مشکل به وجود اومد. ما اونجا از اینتر استفاده کردیم، رفتیم به خط بعد، دوباره رفتیم به خط بعد، اما اینجا کلن پشت سر هم بدون هیچ گونه فاصله داره نشون میده. خب به این مسئله تو زبان اشتیان میگن پوئم پرابلم، مسئله شعر. خب اینجا چجوری مشکل داره؟ نکته بعدی در این رابطه اینه که کلن ما توی پاراگراف هم هر مقدار اسپیسی که یا فاصله‌ای که بگذاریم مرورگر اون فاصله رو نمیخونه و فقط یک فاصله رو میخونه، بقیه فاصله ها رو نمیخونه. مثلا اینجا شما نگاه کنید من بین لایز و اوور 10 تا اسپیس میذارم. خب من اینو سیو میکنم، میریم توی مرورگر میبینیم. ببینید هیچ تغییری نکرد. خب حالا راه حل این کار چیه؟ چجوری ما میتونیم دقیقا همون جوری که مینویسیم توی مرورگر هم همون به همون شکل نمایش داده میشه؟ خب راه حلش اینه، راه حلش اینه که ما از یک تگ نیم به نام پری استفاده میکنیم. خب تگ پری رو میذاریم و دقیقا بعد از اتمام شعرمون یا همون قطعمون یا هر چیزی که دوست دارید اون رو ببندید پری. خب ما اینو سیو میکنیم، بریم تغییرات رو ببینیم. ببینید الان دقیقا به همون شکل که میخواستیم در اومده. الان این علت این اسپیس هایم که اینجا هست،
چون زمانی که شما از تگ نیم پری استفاده میکنید حتی اسپیس ها هم دیگه خونده میشن. نگاه الان ببینید، من بین لایز و اوور میخوام چند تا اسپیس بذارم، سیو میکنم و دوباره ریلود. ببینید دقیقا به همون شکلی که شما مینویسید به همون شکل هم در میاد. خب اینه خورده به شکل شعر واقعا درش بریم. خب اینجا هم چند تا اسپیس میزنیم، سیو و ریلود. خب میبینید که دقیقا میشه زمانی که شما از element name پیری استفاده میکنید، و دقت داشته باشید که element name پیری رو داخل پاراگراف استفاده کنید. میبینید الان دقیقا اینجا element name پیر رو داریم که بسته شده، در درونش element name یعنی nested شده، یعنی این در درون element پی قرار گرفته. در واقع میتونیم اینجوری نمایشش بدیم، بخوایم به دقیق تر باشه. خب اینجا میبینیم پیری میبریم خط بعد، یعنی به صورت اگه بخوایم خواناتر اینو به نمایش دادن اینجوری است. خب خب پس این هم شد مسئله پوئم یا همون مسئله شعر. خب دوستان، مبحث امروزمون در رابطه با پاراگراف ها و هدینگ ها به پایان رسیده و فکر میکنم به اندازه کافی در رابطه کار کردیم. خب دوستان، هر گونه نظری داشتید با ایمیل بنده در ارتباط باشید، rezaport69@gmail.com. نظراتون رو برام بفرستید، من حتما جواب میدم. اگه جای مشکل داشتین یا چیزی، نظری، انتقادی چیزی بود، حتما برام بفرستید. و یا اگه دوست داشتید میتونید با آیدی تلگرام من در ارتباط باشید، محمد رضا پلی. خب اینم آیدی تلگرام بنده هست، ایشالله که بتونم جوابگوی سوالات یا انتقادات یا پیشنهادات شما باشم. خب دوستان عزیز، شما رو تا جلسه بعدی به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.